خیر از بخش ایجاد کردن یک ایمیل نو از تب آپشنز آغاز میکنیم. در تب آپشنز کدام کارها را انجام داده میتونیم؟ در تب آپشن بخش اول است کالا دمز. در دمز ما کدام کار انجام داده میتونیم؟ دمز تغییرات عمومی بالای تمام صفحه است، بالای تمام صفحه ما، بالای فونت صفحه ما، بالای آبجکت های صفحه ما، بالای لینک های صفحه ما، یا تمام تغییرات هر بخش را خواسته باشیم در بخش فونت میتونیم بالای تمام صفحه تغییرات ایجاد کنیم. مثلا اگر یک آبجکت هم داشته باشیم، انزرت، یک شیپ اضافه میکنیم به این شکل، آل انتخابشون میکنیم و بعد از یه بخش آپشنز دم. با تغییر دادن دم ما میتونیم بالای مکمل آبجکت و بالای تمام صفحه و تکس، اندازه تکس، بالای همه چیز تغییرات ایجاد کنیم. آپشن بعدی که داریم کالرز است. توسط کالرز ما میتونیم انتخاب کنیم که کدام رنگ ها را باید داشته باشه همی دم ما. این رنگ های است که از قبل آفیس ساخته، ما میتونیم از بخش کستومایز کالر هر بخش را که خواسته باشیم رنگش تغییر بدیم، میتونیم به صورت دلخوا تغییر بدیم و یک کستومایز کالر ایجاد کنیم. بخش بعدیش فونت است. از بخش فونت ما انتخاب کرده میتونیم که کدام فونت یا کدام نوع تکس در همی فعلا کلیشه میکنیم، کدام نوع تکس باید باشه، انتخاب میکنیم انواع اقسام تکس و همی شکل. از بخش کستومایز فونت ما میتونیم که انتخاب کنیم هیدینگ های ما چه رقم باشه اگر هیدینگ داشته باشیم، و همچنان بادی فونت ما به چه شکل باشه. یعنی مثلا اگر بخش اول عنوان صفحه باشه، فونت تعظیم به چه شکل باشه، بخش دومی که تکس ماست ای باید با کدام شکل باشه، و بخش دوم اگر فارسی نوشته کنیم کدام شکل باشه، عنوان با کدام فونت باشه و بادی تکس ما با کدام فونت باشه، ما میتونیم انتخاب کنیم. آپشن بعدی افکت هاست. افکت ها بالای شیپ ها و یا بالای آبجکت ها تاثیر میگذارن. ببینید من یک اینجا آبجکت اضافه میکنم، از بخش آپشنز بخش افکت هر تغییراتی که فقط بالای آبجکت های ما تغییرات ایجاد میکنه، بالای تکس و باقی صفحه تغییرات ایجاد نمیشه یا اعمال نمیشه. و بعد از اون ما داریم پیج کلر، رنگ صفحه، امی صفحه ما با کدام رنگ باشه، هر رنگی که خواسته باشیم، نو کلر رنگ نداشته باشه. اگر مور کلر بگیم میتونیم که از رنگ های استاندارد استفاده کنیم، و یا هم ما میتونیم که یک رنگ خودمو بسازیم. از بخش کستوم میتونیم یک رنگ خودمو به صورت دلخواه انتخاب کنیم و بسازیم. نو کلر رنگ دوباره از بین میبره. فیل افکتس ما میتونیم که انتخاب کنیم صفحه ما چند رنگ داشته باشه، یک رنگ، دو رنگ، یا پرسید یک ازی اشکال که انتخاب میکنم. من میگم دو رنگ داشته باشه، رنگ اول باشه به این شکل، رنگ دومی هم باشه این رنگ، و بعد از این قسمت انتخاب میکنم که با کدام شکل باید باشه صفحه ما. ببینین اینجا هم سمپلش، هر آپشن را که خواسته باشیم در این قسمت شمپل صفحه ما میتونیم انتخاب کنیم از کدام طرف به کدام شکل باشه، هر رنگی که خواسته باشیم، فرام سنتر، از بیرون به داخل. اوکی، وقتی کلیک میکنیم همون رنگ بالای صفحه ما اپلای میشه، و ما میتونیم که از بخش پیچ کلر بگیم نو کلر تا که این رنگ پس دوباره از بین بره. فعلا ما در درس قبلی کار کردیم که چگونه میتونیم بی سی سی را اضافه کنیم، بلایند کاربون کاپی، و یا هم چگونه میتونیم که تور را اضافه کنیم که ایمیل از طرف کی است. فرضاً اگر ما در اوتلوک خود چندین صفحه داشته باشیم، یعنی چندین استفاده کننده داشته باشیم در اوتلوک یوزر یا ایمیل، چندین ایمیل آدرس باشه، از این بخش انتخاب میکنیم که کدامشان باید ایمیل کنن. مثلا ایمیل از همین ایمیل از طرف کدام شخص باید بره. در بخش دو هم معلومات کسی که برش ایمیل میکنیم، سی سی هم یک کاپیش، و بی سی سی هم گفته بودیم یک کپیه که از او تو و سی سی خبر نمی باشن. از این قسمت ما میتونیم فرام با بی سی سی رو اضافه کنیم و یا پس از بین بریم. پرمیشن ما میتونیم از این قسمت پرمیشن یا قیودات بالای همین ایمیل خود وضع کنیم. خب بعد از این آپشن بعدی که داریم یوز ووتینگ باتنز. توسط یوز ووتینگ باتنز ما میتونیم راجع به یک موضوع یک باتن، ووتینگ باتن یا ایجاد کنیم که کسی که میخواه که ایمیل ما را میخوانه میتونه که امور را ووت کنه یا رای برش بده یا قبول کنه یا رد کنه. بالای کلیک میکنیم، بالای ازی
پتن هایی که ایجاد میشه اپروف و ریجکت ایجاد شود، یا یس و نو باشه راجع به یک موضوع، یا یس نو میبی هر کدوم شک خواسته باشیم، یا به صورت کستوم خود ما از بخش یوز ووتینگ بتن میتونیم انتخاب کنیم به صورت کستوم که چی باید باشه. من میگم بله و نه خیر. هر ووتینگ بتن که خواسته باشم بله نه خیر، هر کدوم شک خواسته باشم میتونم اضافه کنم. خب بعد از اون ما آپشن بعدی که را داریم ریکوست ا دلیوری ریسپت است. وقتی که من این را تک میکنم، وقتی که تک میکنم آلا ایمیل ما به کسی که سند کردیم، بعد از اینکه سند کردم ایمیل که بر از او رسید ما آگاه میشم، یعنی ایمیل که دریافت کرد اگر این را من تک کرده باشم برای من یک مسیج میاد که خودت ایمیلت یا دلیوری ریسپت میاد که ایمیل بر شخص که ارسال کردی رسید. آپشن دومیش ریکوست ا رید ریسپت است، یعنی با ما می خواهیم که وقتی که شخص مقابل که ایمیل برش رسید، وقتی که ایمیل ما را خواند بر ما چی کنه، یک پیام بیا یا یک ریسپت بیا که این شخص مقابل پیام شما را خواند. می تونیم که از جد تک کنیم و یا انتک یا همی دیلیوری ریسپت و رید ریسپت بر ما بیا و یا نبیا. بعد از او آپشن دیگه که داریم سیف. سیف اگر ما خواسته باشم همین مسیجی که آماده کردیم سیف شود، فعلا به صورت دیفالت وقتی که ما بسته میکنیم در درافت ذخیره میشه. ما میگم که در یک فولدر دیگه اینجا ذخیره شود، یک نیو فولدر ایجاد میکنم، نیو فولدر میگم نامش باشه مثلا میلز، نام نیو فولدر ما باشه که سیفت میلز. اوکی all the sent items در بخش سیفت میلز یک فولدر رو ناو کلوزش میکنم یا سیفش میکنم. در این قسمت در بخش سنت آیتمز یک دانه فولدر ایجاد شده به نام فولدر ایجاد شد به نام سیفت میلز، باید در اونجا ای دیتای ما سیف شود یا ذخیره شود. سیف آل سنت آیتمز باید بریم یک خب تو باید ایره بسته کنیم که در درافت ذخیره میشه. باز در سیف در سنت آیتم یک فولدر دیگه ایجاد شده به نام سیف، یا یک فولدر دیگه در یک جا جور میکنم اوتلت دیتا فایل نیو باشه، فولدر ما به نام میلز سیف میلز. اوکی سیف میلز اینجا اضافه شد، این دیگه قسمت سیف میلز اضافه شد. میگم این فایل ما باید در اونجا سیف شود یا ذخیره شود. سیف میرم در سیف میلز، در این قسمت باید این فایل ذخیره شده باشه. کلوز درافت خب آر باز میم در سیف میلز ما فایل میتونیم که ذخیره کنیم در یک بعد از یک وقت کنال. فعلا ما که ایره کلوز کردم در درافت ذخیره شد و بعد از اینکه من ایره دکمه سنده فشار بدم، یعنی امی ایمیل ما ارسال شد و به شخص مقابل که رسید، بعد از او در بخش سیف میلز در اینجا که جدول که ما ساختیم در این قسمت ذخیره میشه. خب آپشن بعدی که داریم دلیوری دیلی. از این قسمت که در این قسمت است ما میتونیم که دلیور دیلی را به تعویق بندازیم، یعنی یک تنظیم کنیم تایم که چی وقت ایمیل ارسال شود. فعلا ما ایره سیو میکنم من حیث درافت ذخیرهش میکنم و بعد از او از اینجا انتخاب میکنم که در کدام تاریخ کدام ساعت امی ایمیل به ریسپشن هایی که من انتخاب کردیم، اگه یک نفر از دو نفر از سه نفر است باید ارسال شود. و آپشن دیگه دایرکت ریپلیس تو، از این قسمت من یک ایمیل براش مشخص میکنم، ایمیل مشخص میکنم که فرزن وقتی که امی ایمیل که فعلا ما ارسال میکنم اگر ریپلی شد ای به کدام ایمیل ارسال شد. خب حالا از دایلکس باکس لانچر استفاده میکنم، تمام موارد سرش بحث میکنم. از بخش اول امپورتنس ما تعیین میکنیم که امی ایمیل ما چقدر مهم است، کم مهم است، نورمال است و یا بسیار زیاد مهم است. بعد از او حساسیت شد تعیین میکنیم، پرسونال است، شخصی است، کانفیدنشنال است، هر کدومش
که خواسته باشیم. از طریق سکیوریتی سیتینگ مواردی است که مربوط به سکیوریتی ایمیل ما میشه. انکریپت مسیج کانتکت اند اتچمنتس، یعنی به این معنی که همی ایمیل ما را انکریپت کو. انکریپت به این معنی که رمزگذاری کو. تا وقتی که به جانب مقابل یا به گیرنده میرسه ایمیل باید رمزنگاری شده باشه. وقتی که به جانب مقابل رسید باز میتونه که دوباره پس دیکود شوه یا دیکریپت شوه و شخص مقابل ایمیل ما را بتونه بخونه. و همچنان یک ساینچر، دیجیتال ساینچر میگیم به این ایمیل هم اضافه کن. از این قسمت های سیکیوریتی میتونیم که یک ساینچر را به صورت دیفالت انتخاب کنیم که اینجا اضافه شد. Do not auto-archive this item، یعنی که ایمیل ما به صورت اوتوماتیک آرشیف نباید شد وقتی که بگیریم دمیرسه. و use voting buttons هم کار کردیم. Request a delivery receipt for this message، به این معنی بود که باید وقتی که مسیج ما به شخص مقابل دلیور شد یا رسید باید چی بر ما یک دلیوری ریسپت بیاید. و همچنان ریکوست ا رید ریسپت فار دیس مسیج، یعنی وقتی که همی ایمیل ما را شخص مقابل خواند و بعد از او بر ما یک رید ریسپت برسه از همی مسیج که این مسیج تا جانب مقابل که ارسال کرده بودی خوانده. هاو ریپلیس سنت تو، در این قسمت ما انتخاب میکنم یک ایمیل، مثلا میگم که ریپلی ایمیل به ایمیل بره مبین سمتزاد @gmail.com. یعنی وقتی که شخص مقابل ایمیل دریافت کرد بعد از او خواست که ایمیل ریپلی کنه، همی که ریپلی کرد به ایمیل آدرس بایدی ارسال شد. از بخش سلکت نیمز ما میتونیم اگر کسی را قبلا در آدرس بوک در کانتکت های اوتلوک خود اضافه کرده باشیم، از این قسمت میتونیم انتخابش کنیم و اضافه کنیم در این بخش. Do not deliver before، یعنی به این معنی که ما یک تایم اضافه میکنیم برش که تا اینی تایم، مثلا تاریخ 8 ماه اپریل 2021 ساعت 5 نه ساعت 4:30 تا اینی تاریخ این مسیج باید ارسال نشد، درفت ذخیرهش میکنم. بعد از همین تاریخ رسید اوتلوک رو به صورت اوتوماتیک خودش ارسال میکنه. آپشن بعدی که داریم expire after، یعنی در این قسمت ما تعیین میکنیم که باید ایمیل ما در کدام، یعنی چقدر وقت بعد از اینکه رسید شخص مقابل او را خواند بازی ایمیل اکسپایر شوه یا از بین بره. و میتونیم که کاپی ای سند مسیج به یکی از کانتکت های ما که خواسته باشیم، یا در قبلا که کار کردیم در این بخش سیف سند آیتمز تو، بعد از اینکه ارسال شد کاپی از ایمیل در کدام فولدر ذخیره شوه. و همچنان کتگوریاش که ما میتونیم که انتخاب کنیم که در کدام کتگوری ایمیل قرار داره. خب این کارهایی بود که ما از تب آپشن میتونستیم که بالای یک ایمیل تازه که ایجاد میکنیم انجام بدیم. درس ما هم در همین قسمت به پایان میرسد. تا روز بعدی، وقتتان خوش، خدا نگهدار.